سلام، من مریم هستم و اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره ماجرای اعتیاد شهرام کاشانی که اونو کارتون خواب کرد. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه یه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید زنگوله کنارش رو بزنید. شهرام کاشانی با نام هنری شهرام کی زاده 16 تیر 1353 در روم ایتالیا و اصالتاً اهل اردبیله. این خواننده ایرانی در 14 سالگی با مادر و مادر بزرگش به ترکیه مهاجرت کردند تا اینکه 2 سال بعد در سال 1369 وقتی 16 ساله بود راهی آمریکا شد تا بتونه اونجا مستقر شه و وارد موسیقی بشه. سبک و موسیقی این خواننده معروف ایرانی پاپ فارسی و سازهای مورد علاقش کیبورد و پیانو هستش. شهرام کاشانی از سال 1992 تا همکنون به فعالیت هنری پرداخته. شهرام با یادگیری ساز کیبورد و پیانو موسیقی را شروع کرد. سپس به عنوان خواننده برای صحنه رفت تا اینکه در سال 1370 در 17 سالگی اولین آلبوم خود را به نام کیوان عرضه کرد. در سال 1373 با دومین آلبوم خود به نام آتش نگاه‌ها را به سمت خود جلب کرد و کم کم ساکن لس آنجلس شد و به شهرت زیادی دست یافت. آهنگ دختر بندری از جمله ویدیو کلیپ های او بود که بسیار گل کرد. از زندگی متأهلی شهرام کاشانی میتوان به این اشاره کرد که وی با دختری به نام مریم ازدواج کرده و زندگی موفقی داشته. شهرام کاشانی بر اثر زیاده روی در مصرف مشروبات الکلی مدتی به بیماری کبدی مبتلا بود و به همین دلیل در این دوره زمانی در بیمارستان بستری شد. شهرام در این باره به جوانان میگه که قصه یه درد سرهای من شاید از 10 سال پیش شروع شد که به هر مجلسی می رفتم بساط مشروب برپا بود و من به مرور به کبدم صدمه زدم. در مدت 3.5 سالی که تو دبی ساکن بودم مشروب خاری به کبد من صدمه زد. در سال 1393 بود که انتشار ویدیویی از مستی شهرام کاشانی در کنسرت آلمان خیلی زود اونو به سرخط خبرهای موسیقی آورد. با آبروریزی پیش اومده ابتدا ادعا شد در چای اون قرص خواب ریخته شده، اما با این حال بعداً مشخص شد چند سالیه که درگیر اعتیاد به مشروبات الکلیه. 2 سال بعد از ماجرای کنسرت آلمان، این بار در سال 1395 جنجال تازه‌ای برپا شد و عکس و فیلمی از او در یکی از خیابان‌های ترکیه در وضعیت بسیار نامناسب و اسفناکی در فضای مجازی با تیتر کارتون خوابی شهرام کاشانی منتشر شد. برخی علت این وضعیت را مربوط به بیماری کبدی این خواننده میدونن، اما چیزی که از عکس و ویدیو نشون داده میشه اینه که یک بیمار کبدی در خیابون رها نمیشه و بیشتر حال و روز شبیه به افراد معتاده. این عکس در وضعیتی اونو در گوشه از خیابانهای ترکیه نشون داده که به دلیل خماری نای حرکت کردن نداره.
ایشون میگه که چند سال پیش بساط مشروب خوریش با پیشنهاد منصور خواننده مشهور شروع شد تا جایی که حالا دچار مشکلات شدید کبدی شده. شهرام کاشانی مدتی بعد در صفحه رسمی خودش در رابطه با این عکس منتشر شده از خود نوشت: پام شکسته بود و منتظر آمبولانس بودم که از هوش رفته بودم. همچنین این خواننده میگه که تا به حال سیگار هم نکشیدم و زمانی که پذیرفتم آلوده به مشروب شدم، تصمیم به رهایی گرفتم و مدت‌ها در بیمارستان و مراکز درمانی تحت پاکسازی هستم. این خواننده مشهور موسیقی پاپ ایرانی میگن که وقتی قصه دار میشه غذا نخورده هم چاق میشه و اصولا نمیتونه تو 2-3 ماه 15 تا 20 کیلو لاغر کنه، ولی خب بعضی وقتا هم آدم چاق میشه. شهرام کاشانی با حاشیه های چند سال اخیر حسابی از بین اهالی موسیقی طرد شده تا جایی که دیگر کمتر از او آهنگ و خبری به گوش میرسد. از مشهورترین آلبوم های او میتوان به کیوان، آتش، هوس، دوستان، رنگ عشق، نگو، خوشحالم و گیم اوور اشاره کرد. ایشون همچنین تک آهنگ های مشهوری در خارج از قالب آلبوم به بازار عرضه نمودند. گفته می شود شهرام کاشانی پسر محمد قربانی است که مدتی همسر سابق گوگوش بوده. ازدواج مادر شهرام کاشانی با آقای قربانی برای مدت زمان کوتاهی بوده که شهرام حاصل این زندگی مشترکه. بنابراین شهرام کاشانی و کامبیز پسر گوگوش دو برادر ناتنی می باشند. متاسفانه مدتی پیش انتشار یک فایل صوتی از این خواننده نشون داد ایشون از نظر اخلاقی هم وضعیت خوبی نداره و دیگر نام هنرمند برازنده او نیست. مدت زمان طولانی می باشد که ایشون از صحنه هنر کنار کشیده و خبری از او در دسترس نمی باشد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودین. نظرات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بذارین. همچنین اگه هنوز عضو کانال ما نشدین، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنین.